جانکاران دو نفر رو، شایدم سه نفر رو، بهشون اعتماد داشتم، براشون احترام داشتم و میدونستم که اینها انسان‌های درستی هستن، با بقیه فرق میکنن. یکی ایلان ماسک، یکی جف بزوس مال آمازون. ایلان ماسک که پیپال هم همون ساخته، شما سرتون پیپال است، مارشال منس اون سالا من میگو بیا چیزی جلو بزنی، بعد یه ایلان ماسک ساخت اون سالا. حالا این رو من حتی در برنامه فارسیم فرانسویم به عنوان پیامبر نور خواندم، که بعد یه مدتی دیدم خودش عکس خودش رو گذاشته که سفیده، یارو بیل گیت رو گذاشته که سیاهه، بعد یعنی خودش تو صفحه شاهین گذاشته. پذیرفت، تأثیر داره، تشویق هر کی بکنین تأثیر داره، تشویق خیلی خوب. حالا این استرلینگ استفاده الان شما توی ایران میتونید استفاده کنید، بیا تای قضیه رو بهتون میگم ولی چجوری. این استرلینگ میدونید که چندین ماهواره است که فرستاده بالا، ولی پایین تر از اون ماهواره های دیگه هستن، چون پایین تر هستن خیلی راحت تر هم کار تلفنی میتونن بکنن. اما برای که بتونن از اینها استفاده بکنن، شما باید تو کشور خودتون آنتن های را در بلندی ها جاهایی بذارید که اینا بگیرن، از طریق آنتن های ماهواره بده اونا پخش کنن. فهمید چی شد؟ حالا تو ایران که جمهوری اسلامی اجازه نمیده، این قبلا ایلان ماسک اعلام کرد، من به شما اینجا گفتم، گفت من چون در تحریم هستیم، ایران در تحریمه، من نمیتونم برای ایران کاری بکنم، باید از تحریم در بیاد. شما مردم سرزمین آریایی، شما همون همتون فعال شدید، آمریکایی‌ها گفتین آه تو اگه راست میگی خب، آمریکا گفت از میتونه ایلان ماسک کار بکنه. اما کار اهورامزدا که وقتی میخواد درست بشه، این به جایی که این از آنتن بره خود تو ایران بزنه، جمهوری اسلامی که نمیذاره بره آنتن بزنه خودش، نمیذاره بزنه، میره خراب میکنه. این از آنتن های حالا مثلا فقط اسم دبی رو ما الان میگیم چون مطرح شده، ولی کشورهای دیگه هم هست، نمیگیم که رژیم نره بونه فشار بیاره بزنه و فلان. این تمام کشورهایی که دور ما هستن رو آنتن هاش رو یه کاری کرده که وایفی میگه، وایفی میگه، ما میگیم ویفی، اینترنت بدون سیم.